به نام یاد خدا و بارز سلام، خوش آمدین به برنامه آغاز روز با ما مینا خیری. افزایش مواد خوراکی در کشور، آقای سلیم طوفان آگاه اقتصادی با ما وصل هستند و ما هم سوالات می داشته باشیم. آقای طوفان، از دید شما افزایش مواد خوراکی باعث چی نگرانی هایی در کشور شده؟ اول خود جناب خیری صاحب، محترمه خیری صاحب، صبح شما بخیر و صبح همه بیننده های تلویزیون وزین آریانا نیوز بخیر بوده باشه. خواهش بخیر باشین. و نگرانی مردم در قسمت وایرس کرونا و یا کووید 19 باعث شده که قیمت ها افزایش بیافه و حقیقتا که تجار ما به یک شکل احتکار کردن و انحصار کردن، مونوپولی کردن که غیر اخلاقی، غیر انسانی و حتی میتونیم از منظر اقتصادی برداشت داشته باشیم که یک گونه جرمی را مرتکب شده علیه ملت خود با احتکار که نباید چنین میکردن. ما میبینیم که در بقیه کشورهایی که کووید 19 و یا ویروس کرونا انتشار یافته و شهروندانشان مبتلا شده، اونا حس همدردی داشتند، ولی در اینجا بدبختانه که با چنین شیوه در حقیقت تحمل ناپذیر رویه داشتن با ملت خود، یک ده از تجاران حتی میتونیم برشان گفته مجرم. بله آقای طوفان، به نظرتان این وضعیت تا چی وقت ادامه پیدا خواهد کرد؟ آیا اقدامات روی دست گرفته شده یا خیر؟ از منظر ما، آن چیزی که در ما میبینم در این جامعه زندگی میکنم، انشالله لله الحمد که در روزهای آینده میره به طرف نرمال شدن، چون سه روز قبل به شایعات کووید 19 یک نوع وحشت را ترس در قلب شهروندان ما جا زده بود، رخ نکرده بود که اون باعث نگرانیشان شده بود و میخواستند هجوم برده بودند بر مارکت ها و باعث نگرانیشان شده بود، امون سبب شده بود که قیمت ها افزایش بیافه. و حقیقتا که تدابیر خود را دارد دولت ما و ما شما میدانیم که دولت ما چالش های فرارایش بسیار زیاد است و ناتوانی هم داره و ناتوانی های شما میدانیم که با بسیج شدن ملت، با همپذیری، با همدیگر پذیری و در حقیقت درد همدیگر احساس کردن. و از منظر اقتصادی ما میبینیم دیشب که مرز اسمین بولدک، البته از پاکستان را با افغانستان وصل میسازه، ولایت قندهار باز شد که این خودش مایه خوشی می باشه و در این زمان امیدواری ها را بیشتر می سازه که در روزهای آینده بخیر تمام سرحدات ما دوباره باز شوند و نگرانی های مردم ما کاهش یابه. و در این حال تا هنوز است ما کووید 19 و یا همی ویروس کرونا را لله الحمد، الحمدلله شکر که شاهد مرگ میرش در افغانستان نیستیم، که ما احساس خوشی میکنم که نباشیم، چون اقلیم ما متفاوت است، غذایی را که ما استفاده میکنیم متفاوت است. و در این زمان از مردم خود خواهش میکنم که توصیه های دکترها را، چون تخصصی است، اونا را هم جدی بگیرن و در این زمان نگران نباشن، سطح آگاهی خود را بلندتر ببرن و اس همدردی داشته باشن و در حقیقت تجار ما که چنین مرتکب احتکار شده، مونوپولی شده و اونا را در فرصت مناسب دولت میتونه که شناسایی کنه، چون به وزارت مالیه و در سطح رهبری دولت، وزارت تجارت بسیار به سادگی میتونه اونا را بشناسه و در صورت شناساییشان مشخص شد معرفیشان کنه مطابق به قانون بر سارنولی تا در آینده چنین جرم را مرتکب نشن. بله آقای طوفان، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگه که واردات از بنادر شمال و غرب کشور به شکل عادی ادامه داره، پس به نظرتان دکانداران به اساس چی قیمت ها را افزایش دادن؟ در رابطه اول در رابطه با اتاق تجارت یک چیز خدمت نصب میکنم که در امین آخر گزینش بوده در رأس هیئت عامل و یا رئیس اجرایی اتاق تجارت، که اون فرد شایسته نیست در حقیقت، چون نان بزنس است و مسلکش حقوق است، در رأس تجارتی آمده، نمیتونه که سطح آگاهی دیگه لازم را بر مردم ارائه کنه تا نگرانی مردم مرفوع بشد و مردم چنین سرسام‌آور بر بازارها و مارکت‌ها هجوم نمی‌بردند
و در رابطه به بنادر و سرحدات که حقیقتا باز است و به طور نرمال داده ستو جریان داره و مرز اسپین بولدک با و مرزای ما با پاکستان بند بود که اسپین بولدک باز شد و معموله های از مواد غذایی خوراکی و از تمام اجناس داخل افغانستان شد و امیدوار هستم که با کشورهای همسایه دیگر کشورهای منطقه خطوط هوایی من باز شود و نگرانی ها آهسته فروکش کنه. بله آقای طوفان، هرچنی که اتاق تجارت میگه با کمبود مواد اولیه مواجه نمیشیم، پس باز هم از دید شما چرا باشنده های شهر کابل و سایر ولایات نگران هستند؟ دو موضوع است. یکی که اتاق تجارت باید با وضاحت مشخصا رئیس عاملش چون از تجربه تجارتی برخوردار نیست، آگاهی دهی هم نتانسته طور لازم برای مردم ما ارائه کنه، یک مشکل. و مشکل دیگر ما شما میدانیم که سطح آگاهی مردم ما پایین هستن و حراسان هستن و سطح آگاهی خود را بلند نمیبرن و همیشه میحراسن، با زندگی خود در حقیقت مبارزه نمی کنند. همون است شما میبینید که افغانستان عقبگرد داره و افغانستان به یک نوع تنبلی و سرخوردگی سردوچار است ملت ما، و این وجیبه ملت است که باید آگاهی خود را بلند ببره، به هر سطوی که از نگران نباشه و مبارزه است، مبارزه کنند با زندگی، در حقیقت fight with life و یا مبارزه و یا جنگ با زندگی، تا که ما بتانیم زندگی خود را تغییر بدیم. در حقیقت با حراسان بودن بر علاوه از اینکه ما عقبگرد داشته باشیم کاری نمیتونیم کرده بتانیم. از منظر اقتصادی هم اگر ما میبینیم که هموطن ما با مشکل سردوچار است، ما باید با آخرین تلاش های خود تا حد سطح توان خود کوشش کنیم که مشکلات را مرفوع بسازیم، نه اینکه بریم با سوپرمارکت یا با بازارها یا با جایهای دیگر انباری از مواد خوراکی را بخریم و ما بخوایم که تنها ما زنده باشیم. نه خیر، چون این نیست. اگر خدای نخواسته این مرض ساری اپیدمیک و یا تمام جا را گرفت، در حقیقت ما هم نمیتونیم زنده باشیم. پس این خوب است که ما حس وطن دوستی را داشته باشیم و مبارزه بکنیم که چی نما ما میتونیم هموطن خود را کمک بکنیم تا اون راحت بشه. زمانی که اون راحت شد، صحت احساس کرد، ما میتونیم که صحتمند باشیم و زندگی داشته باشیم. و در حقیقت یک کمکاری دیگه اتاق تجارت که میتونست بسیج کنه تجار ملی را در راستای کمک های اولیه، کمک های نقدی، بودیجه، یک مقدار بودیجه. ما الحمدلله تجارهایی را داریم که حس وطن دوستی زیادی را دارن و در اقتصاد مافیایی دخیل نیستن. اونا میتونستن تا سیرگذاری مطلق خود را داشته بله، باشن. اما آقای طوفان، از دید شما تا هنوز اتاق تجارت چقدر در کارهایشان ضعیف بودن که باعث تشویش مردم شده و مردم از افزایش قیمت مواد اولیه تشویش دارن؟ اتاق تجارت مطلقاً بعد از اینکه رئیس اجراییش تازه گماشته به کار، نمیدانم در مدت یک ماه میشه دو ماه میشه، ضعف مطلق خود را داشته. اتاق تجارت عقب کرد داره و ما تقاضای ما از چیرمن و یا در رأس هیئت نظار اتاق تجارت انتظار داریم که گزینش مجدد بکنن تا کارهای لازم را اتاق تجارت داشته باشه. و اتاق تجارت ما خدمت آن است کردم که میتونست تجارای ملی را دعوت بکنه و یک مقدار بودیجه تخصیص بده، چون ما میبینیم که دولت ما با کسر بودیجوی مواجه است و مخصوصا وزارت صحت ما میتونستن تجار ما نقش به خصوص خود را داشته باشن در عرصه فراهم آوری بودیجه. بله، اما از دیدتان چرا تا هنوز اینا نتونستن که کارکردهایی داشته باشن که باعث تشویش مردم شود؟ خب مردم ما، خب دو حرف است. یکی مردم ما خودشان با بسیار چیزای اندک مهراسن چون سطح آگاهی پایین است، و دوم دیگر در رابطه با اتاقای تجارت خدمتتان عرض کردم که رئیس جایویش ضعف داره، ضعف مدیریتی داره و ناتوان است چون نان بزنس است. و در قسمت دولت ما شما میبینیم که با سه چالش بزرگ مواجه هستم. امیدوار هستم که اونا حل بشه و اون چالش ها تاثیرگذاری مطلق خود را داره بالای فعالیت های اقتصادی و مخصوصا همین مشکل را که ما مواجه شدیم با مبارزه و با کرونا ویروس و یا کووید 19، که اون چالش ها عبارت است مسئله انتخاباتی می باشه، دوم پروسه صلح می باشه و سوم هم کووید 19 می باشه. و ما امیدوار هستیم که اینا با زودترین فرصتش حل بشه، چون ما تجربه 2014 را داریم که 2014 اقتصاد ما مصرفی بوده، یک باره رشد اقتصادی ما از 9% به 0 آمد، که خدای نخواسته ما چنین عقبگردی را نداشته باشیم و اقتصاد ما همون سیر
عادی خود را بپایمیم و ما بتانیم رشد اقتصادی داشته باشیم تا که تاثیرگذاری مطلق خود را بالای شهروندهای ما داشته باشیم. بله آقای طوفان، مردم واقعا نگران هستند این که قیمت مواد اولیه در بازارها افزایش پیدا کرده. ما از دید شما اقدام وزارت امور داخله چقدر تانسته که تاثیرگذار باشه روی این موضوع؟ خب ما خب بازار آزاد را پذیرفتیم. در بازار آزاد نمیتونه که وزارت داخله در کل دولت تشبس داشته باشه، میتونه که نقش رقابتی سالم را داشته باشه. البته در با در نظر گرفتن تقویت سکتور، ولیکن این کووید 19 یک آفت و یا یک مرضی است که ناخودآگاه پیش آمده در افغانستان و در تمام دنیا این ساری است و در چنین مواقع دولت دست باز داره، میتونه مطابق به مواد قانون پالیسی های مشخصی را ایجاد بکنه با کسانی که احتکار میکنن، مونوپولی میکنن، دست بزنه با یک سلسله اقداماتی که تا جلوگیری بکنه بالای از این شانه های ملت فقیر و افگار درد بیشتر اضافه نشه. و اقدامات وزارت داخله مشخصا در همین قسمتی که احتکار میکنن قابل تحسین است، ولیکن در سطح کلش، در سطح کل اقتصادی نمیتونه که چنین رویکردی را داشته باشه. ولیکن این یک موضوع استثنایی است و باید اقدام میکرد و اقدامشان در خور ستایش است. و اگر بازم تجار ما دست به چنین احتکار و مونوپولی میزنه، باید اقدامای شدیدتری را بله آقای طوفان، اینا اقدامات هم داشتن، از دید شما این اقداماتشان تانسته که تاثیرگذار باشه؟ در حد توانسته تاثیرگذار باشه، ولیکن حالا ما میبینیم که مرزهای ما باز شده و مخصوصا ما واردات از کشور پاکستان هم داریم، ازبکستان هم داریم، قرقیزستان هم داریم و بقیه کشورهای منطقه‌ای داریم. و در عین زمان از منظر صحی ما با هند روابط داریم، با پاکستان روابط داریم و اونا به یک بارگی تمام بنادر هوایی و زمینی خود، خطوط هوایی و بنادر زمینی خود را بستن. این باعث نگرانی مردم شد و مردم نگران نباشن. انشالله که ما از تجربه را که دیگر دنیا استفاده کرده با این مرض مبارزه میکنیم و یک سلسله مشکلات اقتصادی را خلق کرده و نگرانی مردم را بجاست. و ما زمانی که دفتر میبینیم که همه جاده ها فرصت است، چون مردم هراسان است و هراسانی شانم نسبتاً بجای است، ولیکن باید سطح آگاهی خود را بلند ببرن و با دولت خود همکار باشن. با چی معنا؟ کسی که از ایران میه و آلوده به می وایرس می باشه و با توصیه و رهنمود های لازم دکترای ما گوش بدهن و خود را و دیگران را با این مشکل مواجه نسازن. زمانی که اونا گوش نمیدهن و از شفاخانه فرار میکنن و در حقیقت مشکلاتی میباشه در شفاخانه، اونا بجای از این که مشکلات را برجسته بسازن فرار برقرار ترجیح میدهن، این است که مشکلات را فراروی دولت اضافه تر میکنن. بله آقای طوفان، اتاق تجارت گفته که ما به خاطر رفع تشویش مردم بعضی از کارکردهای رو روی دست گرفتیم و همچنان اداره امور گفته که هیئت را برای تدارکات مواد اولیه در قزاقستان ما میفرستیم. از دید شما این هیئت را که اینا میفرستن چقدر میتونه کارساز باشه و در آینده مردم آیا میتونن که خوشبین باشن نسبت به کاهش سطح قیمت مواد اولیه؟ حقیقتاً که مردم میتونن خوشبین باشن، چون خوشبینی ها ایجاد شده. ما خدمت تان عرض کردم که دیشب بندر بسمین بردک ما را با ولایت قندهار رو ما را با پاکستان وصل میکنه باز شد. ما معمولای خوراکی و همه به ضروریات ما وارد شد با وجود از اینکه کم کیفیت است، ولیکن یک گزینه هست. ولی در قسمت روان کردن حیات دولت در قزاقستان، اینا در زد و بند سیاسی و انتخاباتی مصروف بودن. این با این تدابیر باید زمان شروع میشد که ما شاهد انتشار از این وایرس در چین بودیم یا کووید 19، و هنوزم که هنوز از دیر نشده اقدامات لازم و جدی روی دست بگیرن. و دوباره خدمتتان عرض کنم که باید در رئیس مدیریتی یا رئیس اجرایی اتاق تجارت تغییر لازم و زود هنگام صورت بگیره، تا اینکه ما همیشه دنبال میکنم از دو ماه بعد این طرف فعالیت های اتاق تجارت ما مشخصا رئیس جایش نامناسب، ناسازگار با جامعه ماست، با جامعه اقتصادی ماست، با فعالیت های تجاران ماست. در این رابطه ما تقاضای هیئت نظار اتاق تجارت همین است که غور گسترده باید صورت بگیره و با یک شخصیت شایسته
و کارکشته و در این زمان تحصیل یافته را بر این سمت بگمارن تا که اون بتانه از منظر اقتصادی وصل بسازه و روابط اقتصادی خوب را با تمام با کشورهای منطقه و تمام دنیا با اتاقایشان داشته باشه. بله آقای طوفان، روند انتقال 75 هزار تن گندم از هند آغاز شده و متباقی را دقیقا گفته میتونین که چی زمان آغاز خواهد شد؟ خب این مرتبط میشه بر سطح سیاسی داخل کشور که چی وقت آغاز میشه و در این زمان زنبند منطقوی است، زنبند سیاسی منطقوی که پاکستان چقدر تعامل میکنه برای انتقال از این مواد و در این زمان ما میتونیم از بندر چابهار که اونجا یک سلسله تشوی وجود داره حالا که بخاطر کرونا ویروس و امیدوار هستم که کرونا ویروس در افغانستان هم فروکش کنه و در این زمان در ایران زمانی که فروکش کرد و ما میتونیم که خوشبین باشیم در مدت بسیار کوتاه شاید اون گندم انتقال یافته به افغانستان و افغانستان از منظر اقتصادی میتونه با 93 میلیون نفوس زرع داشته باشه، اقتصاد زراعتی داشته باشه که الان اقتصاد ما یک اقتصاد به شدت زراعتی است و کار باید روی صورت بگیره، حتی در سطح اقتصاد محلی صورت بگیره تا که ما از منظر اقتصادی آهسته آهسته بریم به طرف تغییر و نمیتونمش خود کفایی بریم به طرف تغییر یا خوشبینی بیشتر. بله آقای طوفان، فعلا افغانستان در وضعیت وجود داره که مردم واقعا نگران هستند و ممکن این رخصتی ها و به خاطر ویروس و کرونا مردم هرچی بیشتر و بیشتر از روز گذشته به تشویش باشن و نگران باشن. آیا اداره اراده در حکومت افغانستان وجود داره که در برابر این نگرانی با نهادهای مسئول همکار باشه؟ حقیقتا که اگر اراده وجود نداره باید احساس مسئولیت کنن، چون اردو بزرگواری که در ادعا میکنن که ما در رأس مملکت قرار داریم مسئولیت دارن در قبال ملت خود، باید احساس مسئولیت داشته باشن و هدایت های جدی و لازم را و همچنان هماهنگی های لازم را با کشورهای تاثیرگذار و کشورهای منطقه داشته باشن در راستای فراهم آوری مواد خوراکی، بازنگر داشتن بنادر و در این زمان توسعه های دکترای منطقه و در این زمان فراتر از منطقه بین‌المللی تا که ما بتانیم نگرانی های مردم خود را رفع بسازیم و آنچه که من احساس میکنم نسبت به 4 روز گذشته نگرانی های مردم ما آهسته آهسته داره فروکش میکنه به سطح عادی شدنش میره و من فکر میکنم که اقلیم ما اقلیم مرتوب نیست، انشالله که این ویروس در کشور ما نخواهد انتشار یافت بیشتر و ما امیدوار هستم که شاید قربانی نباشیم و مشخصا تقاضا دارم از تمام تجار ملی که یک مقدار پول بودیجه فراهم کنن برای وزارت صحت تا وزارت صحت بتانه برنامه های بیشتری را داشته باشه از منظر صحی برای شهروندان و مبارزه با کووید 19. بله آقای طوفان، فعلا نگرانی وجود داره چون مرز اسلام قلعه باز است و روزانه 15 هزار مهاجر وارد افغانستان میشه و مشکل دیگر ما این است که ما بیشتر یک کشور وارداتی هستیم که زیادتر اقلام ما از بیرون از کشور در داخل افغانستان میام. مسئله دیگر کاهش ارزش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی به ویژه دلار است که بیشتر واردات هم به دلار صورت میگیره و این باعث میشه که مردم نگران باشه. به نظرتون حکومت و بانک مرکزی راه حل را در نظر گرفته که در آینده ها پول افغانی در برابر اسعار دیگر کاهش پیدا نکنه؟ این خو یک حقیقت است که ما کسر بیلانس تجارتی داریم بسیار به صورت ژرفش، یعنی 9.5% ما صادرات داریم، 90% واردات داریم و بانک مرکزی یک سلسله مسئولیتایی را داره و باید با تغییر رهبری حکومت با تغییر حکومت و رهبری بانک مرکزی هم تغییر بکنه و افراد شایسته تر و با تجربه تر و کار گماشته بشه تا که بتانن با سیاست های پولی مناسب قیمت پول افغانی در مقابل اسعار نگه بدارن و این یک فکتورش نیست. فکتور دیگه همین است که اقتصاد ما مصرفی مانده و نه تنها بانک مرکزی، وزارت مالیه، وزارت تجارت، اتاق تجارت و در این زمان وزارت اقتصاد و بقیه نهادهای اقتصادی
ملی و بین المللی باید دست به دست هم بدهند تا که اقتصاد افغانستان از اقتصاد مصرفی تغییر بدهند و اقتصاد مصرفی افغانستان میراث حکومت وحدت ملی هم نیست، بیام ظالمانه است که بگویم میراث حکومت وحدت ملی است و این از حکومت قبلی هم است، چون روی اقتصاد کار صورت نگرفته و همیشه تمرکز در امین آخر تمرکز حکومت وحدت ملی بالای مهار جنگ بوده و نگهداری ساحات بوده که جنگ هزینه بردار است، روزانه 13 میلیون از 12.5 میلیون تا 13 میلیون دلار جنگ ما هزینه داره و ما امیدوار هستیم که صلح تامین بشه. در صورتی که صلح تامین بشه ما میتونیم که با یک استراتژی و یا در داخل استراتژی پلان دراز مدت و در داخل پلان دراز مدت میان مدت و کوتاه مدت اقتصاد خود را آهسته آهسته تغییر بدهیم از اقتصاد مصرفی و اقتصاد زیرساختاری در داخل افغانستان در عرصه شریان اقتصادی که عبارت از صنعت می باشد، زراعت می باشد و خدمات می باشد و صنعتی شدن و خدماتی شدن افغانستان بسیار ضروری و حیاتی است و در این زمان بعضی از اقتصاد دانای ما در کشور مطرح میکنن که اقتصاد ما مکانیزه شود. مکانیزه شدن اقتصاد به چی معنا؟ شما از ماشینری استفاده میکنید و در صورتی که شما هر ساله 4 لک واجد شرایط کار دارین، در 4 لک واجد شرایط کار که با مهارت تمام با نیمه مهارت و بدون مهارت شما کارگر دارین و همین کارگر بدون مهارتتان اگر در زراعت مصروف نمیسازین مزرعتتان مکانیزه سازین، پس اینا با کجا برن کار بکنن؟ بله آقای توفان، با توجه به در این زمان از امی کارگرای ما بتانیم استفاده کنیم در عرصه زراعتی. بله آقای توفان، با توجه به گفته های شما آنچنان که بانک مرکزی تاکید کردن، گفتن که ما بر اساس قانون کار میکنیم و کارهای ما بر اساس قانون جریان داره، گفته که در کنار دلار کارهای دیگر هم انجام میتن، آیا واقعا نمیشه که اینا در برابر ثبات پول افغانی کار را انجام بدن؟ خب در مقابل ثبات پول افغانی اینا هر هفته دلار اعلام میکنن و این دلار راه مناسبش نمیباشه، که چون اگر کمک ها با فرض محال کمک ها قطع بشه دیگر گزینه چی است؟ باید روی گزینه های دیگر فکر بکنن، چون سیاست پولی را تغییر بدن. زمانی که سیاست پولی تغییر بکنه، زمانی که ظرفیت در حقیقت در بانک مرکزی تغییر بکنه، بانک مرکزی قوی بشه و در این زمان شخصیت های کارفام اقتصاددان در رأس بانک مرکزی بیاید و معاونینش مسلکی باشه و در سطح پایین‌تر از اون به آمارهای دیپارتمنت مشخصا، چون بحث شما عمیق‌تر بردین و ما می‌خوایم وضاحت بیشتر بر شهروندان بدم، افراد مسلکی گماشته شود، زمانی که بانک مرکزی شما قوی شد در حقیقت بکبون و یا ستون فقرات اقتصادی شما قوی میشه و اون زمان است که اونها کارهای لازم را میتونن در ثبات افغانی در ثبات پول افغانی انجام بدهند. حالا فقط گزینه که است دلار لیلام میکنن و دوباره پول افغانی در مقابل لیلام دلار و کرنسی های دیگر نگهداری میکنن ارزشش را. بله آقای طوفان، این هم موارد است که باید وزارت باید بانک مرکزی در نظر بگیره. ممکن در آینده ها ما با مشکلات بیشتر مواجه شیم بخاطر ویروس کرونا. بخش دیگر که واقعا نگران کننده است قاچاق اسعار خارجی به ویژه دلار در افغانستان به کشورهای همسایه است. این مسئله میتونه که چقدر نگران کننده باشه و چگونه پالیسی باید روی دست گرفته شود که قاچاق دلار از افغانستان جلوگیری صورت بگیره؟ خب این مرتبط میشه برای آهسته نهادیدن شدن صنعت بانکداری در افغانستان، چون شما میدانید که رئیس قبلی بانک مرکزی آقای خلیل صدیق یک سلسله مقررات را وضع کرد، نمیدانم در سال 2016 بود یا 17 بود، در اون سلسله مقررات یک سلسله مقررات را وضع کرد که فکر میکنم دارای 214 ماده بود یا 220 ماده بود و در 20 ماده صرافا مشخصا استادگی کردن و تمام فعالیت های خود را اعتصاب کردن، در حقیقت فعالیت های خود را استاده کردن که دوباره رئیس بانک مرکزی از اونا معذرت خواهی کرد و این چی را نشان میده؟ نشان دهنده از این است که اندازه صنعت بانکداری نهادینه نشده و در حقیقت 2.5% از مردم افغانستان از بانک استفاده میکنن و اون زمان میتونه که اینا از قاچاق دلار جلوگیری بکنه که پولای رسمی و غیر رسمی و رسمیش خود واضح است که در بانک هست و پول غیر رسمی را که در کیف ها است، در بکس ها است، در خانه است، در نزد بزرگان است نگهداری میشن، اونا را بتانند برای یک رویکرد مناسب و همچنان صنعت بانکداری اسلامی، چون مردم ما لله الحمد 99.99% مسلمان هستند و مزه که میشنوند که نام ربا و در قریجات اینجا مشکلات ایجاد میکنه و اونا اعتماد نمیکنن بالای بانک. همین مشکل شده که ما
در سیستم رسمی خود تقریبا در حدود 9 میلیارد دلار داشته باشیم و در سیستم غیر رسمی خود را پورای موجود است که در حدود 66 تا 70 میلیارد دلار وجود داره. اونا را ما بتانیم داخل سیستم بسازیم، ما میتانیم که در حقیقت جلوگیری بکنیم از قاچاق دلار و همچنان مرزهای بازی را که ما داریم. این باعث شده که قاچاق دلار جلوگیری کمتر صورت بگیره و بتانند کشورهای همسایه ما که کشور ایران هستن متقن در لست سیاه هستن، در لست سیاه اقدامات بحران مالی جهان یا فتف یا فاینانشل اکشن تاسک فورس و همچنان پاکستان در لست خاکستریش هستن و خاطر تمویل تروریسم و در اقتصاد مافیایی دخیل هستن و این نمیشه که مانع شود در حقیقت یا دلیل شود برای کمکاری بانک مرکزی. بانک مرکزی باید یک سلسله اقدامات را مبتنی بر مشکلات راه حل را پیدا بکنند و زمانی که ما پالیسی میسازیم و یا راپورت میسازیم پالیسی را با کدام اساس ما میسازیم؟ پالیسی را با اساس مشکل میسازیم. مشکل حالا اینجا موجود است و باید پالیسی و یا راپورت مناسب ساخته شود تا که ما بتانیم جلوگیری بکنیم. بله آقای طوفان، فرصت کوتاه است و در یک جمع بندی میخوایم از شما بپرسم آیا مردم افغانستان میتونن که خوشبین باشن نسبت به آینده ای که بهای مواد اولیه کاهش پیدا میکنه؟ حقیقتا همیشه ما چی باشیم؟ خوشبین باشیم و پوزیتیو باشیم و منفیگرا نباشیم و ما میتونم برشان من حیث یک شهروند کوچکشان برادرشان عرض بکنم که شما حس همدردی پیدا بکنین و حس همدیگر پذیری پیدا بکنین. اون زمان است که شما همه نگرانیتان مرحوم میشه و با دولتان همکار باشین و توسعه و راهنمودهای وزارت صحت را جدی بگیرین و بقیه کاری که مرتبط با سطح رهبری دولت میشه در هر سه قوه اونا انشالله که انجام میتن و در این راستا در مشخصا در کویت دوستان کمکاری نمیکنن، چون که اگر کمکاری بکنن خدا نخواسته دامنگیر خودشان هم میشه و در اون صورت اگر کسی وجود نداشته باشه بالاخره تمام شهروندان مطلع بر این خدای نخواسته بر این وایرس شما باز حکومت چی مونامت بالا کی حکومت میکنن بالا کی دولت باشه و ما مطمئن هستیم که اونها مسئولیت خود را درک میکنن و در مقابل شهروندان خود احساس مسئولیت میکنن و سپاس از شما و همچنان از بیننده های تلویزیون و از این شما. سپاس آقای سلیم طوفان، آگاه اقتصادی، تشکر از اینکه در برنامه با ما بودین. دوباره خوش آمدین به ادامه برنامه آغاز روز و همچنان شیوع ویروس و کرونا در هرات. آقای فواد احمدی از هرات با ما وصل هستند و جزئیات بیشتر از اونا میشنویم. آقای احمدی بسیار زود خوش آمدین، میشه که جزئیات بیشتر از شما بشنویم که وضعیت در ولایت هرات چگونه است؟ سلام خدمت شما، صبح شما بخیر و همچنان صبح بینندگان تلویزیون آریانا نیوز. وضعیت کرونا در هرات چنانچه دیشب هم یک گزارش ما داشتیم که دیروز بر اولین بار یک اسکنر حرارتی یا دماسنج در بندر اسلام‌قلعه هرات نصب شد و مهاجرینی که از ایران وارد هرات میشن یا وارد افغانستان میشن بعد از این از طریق این دستگاه حرارتی دمای بدن از اونا چک میشه تا اگر به اصطلاح تب بالایی داشته باشن که یکی از نشانه های مبتلا شدن به ویروس کرونا است اونا شناسایی بشن و به بخش بیمارستان انتانی هرات انتقال داده بشن. مسئله دیگه ای که روی دست گرفته شده ساخت یک شفاخانه صد بستر است که طبق اطلاعاتی که من دارم از دیروز زمانی که ساعت 2 بجه کار ساخت از این شروع میشه حتی دیشب تا ساعت حدود 2 یا 3 شب هم صورت شیفتی در او منطقه کار میکردن تا طبق وعده ای که دادن تا 20 روز آینده باید این شفاخانه صد بستر به اختیار اداره صحت‌عامه قرار بگیره تا اگر بیماری کرونا شیوع پیدا کرد بتونن در این شفاخانه در فلزی که شفاخانه دیگری هم در حال حاضر به اختیار بیماران کرونایی هست از این هم استفاده کنن. بله آقای احمدی، آنچنان که گفته شده که کمک ها از طرف وزارت صحت عامه کابل به ولایت هرات ادامه داره، اما برخی ها میگن که این وضعیت و این کمک ها اصلا درست نیست و همچنان یعنی به گونه کامل صورت نمیگیره. از دید شما، قسم که شما در هرات هستین، آیا واقعا وضعیت در ولایت هرات قناعت بخش است و به کسانی که به ویروس کرونا مبتلا هستند و واقعات مثبت که ثبت میشه درست رسیدگی صورت میگیره یا خیر؟ ببینین، اگر درست رسیدگی در هرات صورت میگرفت، امکاناتی که مورد نیاز بود به هرات میرسید،
بیمارایی که ما دو روز یا سه روز پیش از بیمارستان هرات، از بیمارستان کرونایی سر به سر هرات فرار کردن، اینا هیچ به اقدام به این کار نمیکردن. در او بیمارستان امکانات موجود نبود، در او بیمارستان تسهیلات وجود نداشت و یک دلهوره وجود داشت که هیچ رسیدگی نمیشه و به خاطر همین افراد مشکوک و افراد مثبت مجبور شدن شفاخانه رو ترک کنند. بله چنان هست، هنوز هم به اصطلاح با دید شک می نگرند ایراتی ها به کمک هایی که کابل ادعا میکنه. آقای رئیس جمهور دیروز به اصطلاح در پیام تلویزیونی که داشت گفت که من به هرات توجه میکنم، 400 میلیون افغانی گفت به زودی ارسال میشه، به بحثش ساخت شفاخانه بود. از مقامات خواست تمام تمرکز خود روی به اصطلاح جلوگیری از شیوع کرونا در هرات بگیرن. مسئله دیگه که نگرانی به وجود آوردی است که دیروز در ولایت غور 3 نفر گفته میشه که تازه از ایران آمده بودن و ممکن به ویروس کرونا مبتلا بودن. اینا از یک از بولسوله پسابند ولایت غور جان خود از دست دادن و ممکن است از این مهاجری که از افرادی که از ایران میان یک تعداد از اینا به ولایات مناطق دوردست میرن ممکن است وفات یا تلفات داشته باشه که هنوز حکومت از او مسئله خبر نداره. بله آقای احمدی، شما از 400 میلیون افغانی سخن گفتین. آیا این 400 میلیون افغانی بخش از این پول به ولایت هرات رسیده و چقدر با این پول آنها تانستن که مشکلات خود را رفع بکنن؟ ببینین این به صورت عاجل بوده که باید ارسال میشد. گزارشات از اینکه پول رسیده باشه نه. اگر شما میبینیم برخی افراد که در اداره حکومتی کار میکنن در صفحات اجتماعی خود میندازن که بله این پول مانع فانکارهای از تمام کردن و این پول قرار است تا شام یا تا یک ساعت دیگه برسه، اما مقامات دقیقا در این مورد پاسخ ندادن که واقعا این پول رسیده یا نه. این هم شک و گمانهای وجود داره، مثل پولی که قبلا وعده داده بود رئیس جمهور غنی، بعد از حدود تقریبا 15 تا 16 روز بعد این پول به دست مقامات محلی هرات رسید. بله آقای احمدی، قسمی که وزارت صحت عامه کابل گفت که ما مقدار پول را به ولایت هرات فرستادیم، آیا به صورت فیزیکی این پول به دسترس مقامات هرات و همچنان شفاخانه های هرات صورت به دسترسشان قرار گرفته؟ پول فقط 8.5 میلیون افغانی اگر اشتباه نکنم اداره صحت عامه هرات تایید میکنه که به اکانت از اونا در ریاست در مستوفیت هرات به اصطلاح واریز شده یا ریخته شده، اما در قسمت 100 میلیون تا 400 میلیون افغانی اظهار نظر نکردن که پول به دسترسشان قرار گرفته یا نه. طبق معلوماتی که ما داریم، کمیته که رئیس جمهور در رأس از او که معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان است ایجاد کرده، قرار زیر نظر او افراد به اصطلاح پول مصرف بشه. و در هرات ما در صفحات اجتماعی هم گهگاهی میبینیم که برخی فعالین مدنی از این صحبت میکنند که نگران هستند که در پولی که به ولایت ارسال میشه دستپول صورت بگیره و برخی افراد از این پول سوء استفاده کنن و برای کسایی که نیاز است باید برسه، یعنی برای مریضا و برای حتی بخشای دیگه که در نظر گرفته شده نشده. بله آقای احمدی، شما از ابزار گرماسنج یادآوری کردین. آیا این ابزار تانسته که تا جای کار مقامهای ولایت هرات به ویژه وزارت صحت عامه، کسایی که از مرز اسلام قلعه وارد هرات میشن، توانسته که کار را تا جای آسان بسازه و مریضایی که مشکوک به ویروس کرونا است به صورت درست و زودتر اینا را شناسایی بکنه؟ ببینیم این دستگاه دیروز ساعتهای تقریبا 12 یا 1 بود که نصب شد و دیروز حدود 10,128 نفر وارد هرات شدن. دیروز وقتی که دستگاه نصب شده بود هیچ مورد مشکوک اینا شناسایی نکردن و از امروز مشخص میشه که این دستگاه میتونه تا چه اندازه به اصطلاح تاثیرگذار باشه یا میتونه به اصطلاح افراد مشکوک شناسایی بکنه یا نه. هنوز مشخص نیست. خب هنوز مشخص نیست و کار روی این جریان داره یا خیر؟ بله دستگاه نصب شده در بندر اسلام قلعه و کسایی که از ایران میان اونا از طریق همین دوربین حرارتی دمای بدنشون سنجیده میشه، به صورت گروهی هر کس که دمای بدن رو زیاد باشه و باز اون از طریق هرات آمبولانس انتقال میدن به بیمارستان سر به سر ایران. بله آقای احمدی، باز بودن مرز اسلام قلعه که بیشتر از ولایت ها از این موضوع متضرر میشه، با ویژه ولایت هرات، از طرف مقامات هرات به خاطر این موضوع پیشنهادات صورت گرفته به مقامات که باز بودن این مرز واقعا میتونه که با ولایت هرات خیلی خطرناک باشه. ببینیم بحث باز بودن مرز نه تنها به خود هرات بلکه به کل افغانستان خطرناک است. ما گفتم 3 مورد اگر اشتباه نکنم در ولایت غور
کسایی که گویا مبتلا به ویروس کرونا بودن از ایران به تازگی آمده بودن جان باختن. ببینیم به اصطلاح ما میبینیم که یک از ولایتی که متضرر شد کور است. در تمام ولایات دیگه که مثلا ما در سمنگان، در تخار، در ولایت بدخشان، ولایتی که اصلا کرونا در اون ولایت شناسایی شده، در ولایت بادغیس، در ولایت فرا، که تمام کسایی که از ایران آمده بودن اینا به اصطلاح مبتلا به ویروس کرونا شدن. ما در ایران یک شفاخانه در ساخت، یک شفاخانه دیگه هم به اصطلاح موجوده. 300 بستر هم یک از افراد خیر در ایران به اختیار بیمارستان کرونایی قرار گرفته. اما دیگه ولایات امکانات اینچنینی شاید نداشته باشند. و اگر شیوع ویروس کرونا یک بارگی مثل یک بمب یا مثل یک انتحاری انفجار بکنه، مطمئنا تلفات از این خسارات از این کل افغانستان میگیره، این مربوط به ایران نیست. تا چندین بار درخواست شده که مرز باید بسته بشه، اما به دلیل از اینکه ایران، به دلیل از اینکه یک تعداد افغان ها که در ایران زندگی میکنن، سالها در اونجا زندگی میکردن، از ترس از اینکه مبادا در شفاخانه ایران مورد آزار قرار بگیرن اگر مبتلا به کرونا بشن یا رسیدگی به اونا نشه، اینا خود به اصطلاح دیپورت میکنن یا دوباره افغانستان برمیگردن. حکومت میگه ما نمیتونیم جلو اتباع خود بگیریم که شما در افغانستان نیم. اینا در ایران که وضعیت صحی ایران به لحاظ اپیدمی یا پاندمی ویروس کرونا بسیار زیاد شده و فخیم شده، اینا در کجا برن؟ ممکن است در اینجا بشه به اونا رسیدگی کرد، اما در ایران هیچ امکان رسیدگی نیست و فلاز و مرز مسدود نمیشه. بله آقای احمدی، آنچنان که روز تا روز این ویروس جهان را تهدید میکنه، با باز بودن مرز اسلام قلعه افغانستان به ویژه هرات چقدر در خطر ویروس کرونا قرار داره؟ خب مشخص پیشترم توضیح دادم که مثلا نمونای در تمام ولایات که داریم در افغانستان، حتی در هرات، کسایی بودن که از ایران آمدن. مرگ و میری که در غور داریم از ایران آمدن. یعنی ما شیوع ویروس کرونا رو ما میتونیم بگیم که عاملش کسایی هستن که از ایران میان. بله آقای احمدی، در 24 ساعت دیروز هیچ واقعه مثبت ویروس کرونا ثبت نشده، اما امروز وضعیت چگونه است و آیا کدام شخص به ویروس کرونا مشکوک بوده یا ثبت شده واقعه دیگری؟ ببینید، هر روزه در بیمارستان های افغانستان به خصوص هرات افرادی که مشکوک به کرونا هستن میان، به اصطلاح از اونها آزمایش گرفته میشه و کابل روان میشه. اما تا امروز صبح و دیروز هیچ مورد مشکوک، هیچ مورد مثبت ما در هرات در افغانستان نداشتیم که به اصطلاح ثبت بشه که مبتلا به کرونا است. ما تا در حال حاضر تنها 22 مورد افراد مبتلا به کرونا رو در افغانستان داریم که اگر اشتباه نکنم 13 مورد از او مربوط به هرات میشه و 2 مورد به بادغیس، 1 مورد به کور و به سمنگان و ولایت های دیگه هم و فرام و همچنین اینا تقسیم شده. در حال حاضر هموز تا امروز هم من صبح که میخواستم امی گفتگو قرار بود انجام بدم، من رفتم یک بار چک کردم، دیدم که نه، مورد جدیدی تا حال ثبت نشده در کل افغانستان. بله آقای احمدی، قسمی که در روزهای گذشته افرادی که به ویروس کرونا مبتلا بودن و واقعاتش هم مثبت ثبت شده بود، این افراد و مریضا شفاخانه هرات فرار کردند. آیا اینا دوباره به دست آمدن این مریضا و چگونه از وضعیت در بله مریضایی که تا حالا هستند، آیا اونا صحتیاب شدن یا خیر؟ ببینید، ما یک مورد، اولین موردی که در هرات ثبت شد به عنوان بیمار ویروس کرونایی، او صحتمند شده و رفته به خانه خود رفته و در خانه خود قرنطینه است، یعنی در خانه خود اجازه نداره که بیرون بشه از خانه. افرادی که فرار کردن، در ابتدای صحبت‌های هم گفتم که اینا فرار کردن از روی ناچاری. یک تعداد از اینا افراد مشکوک تا حالا نیامدن، اما اکثر افرادی که به اصطلاح مثبت به ویروس کرونا بودن، اینا از طریق نیروهای امنیتی و تیم ایراد آمبولانس دوباره به شفاخانه سرتاسر کرونایی هرات انتقال داده شدن. یک مورد که از ولایت دیگه بود، اگر اشتباه نکنم از تخار بود یا یک ولایت دیگه بود که در هرات به سر می برد مثبت به ویروس کرونا بود، دو روز پنهان بود که این نگرانی به وجود آورده که این فرد ممکن است شاید 100 تا بیش از 1000 نفر در هرات مبتلا به ویروس کرونا کرده باشه و این نمیتونم من خودم هم تایید کنم، اما چیزی که کارشناسان صحی میگن، چون این فرد وضعیت ویروس از این بسیار بالا بود. بله آقای احمدی، افرادی که قرنطین میشن در ولایت هرات در کجاها اینا نگهداری میشن؟ در شفاخانه سربستر که به اصطلاح
قبلا شفاخانه اطفال یا بیمارستان هرات بیمارستان اطفال هرات بود و بیمارستان را اختصاص داده شده به افراد مبتلا به ویروس کرونا در اونجا نگهداری میشم و کنترل سیه از اونا در منطقه صورت. بله آقای احمدی، بجز از این که شفاخانه صد بستر رویش کار جریان داره، آیا وزارت صحت عامه افغانستان در آینده ها اگر این موارد بیشتر ثبت شود و موارد مثبت و همچنان واقعات مشکوک، پلان های اینا روی دست دارن که در آینده های نزدیک با ویروس و کرونا بیشتر مقابله بکنن و اقدامات بیشتر و جدیتر رو روی دست بگیرن؟ دقیقاً رئیس جمهور هم در صحبتایی که دو روز قبل داشت برای مردم ایراد داشت گفت که ما تمام آمادگی های خود برای از اینکه بتوانیم با ویروس کرونا مبارزه کنیم در هرات و افغانستان دارن. 400 میلیون به صورت افغانی به صورت عاجل در نظر گرفت، یک شفاخانه صد بستر به صورت عاجل و گفت اگر این ویروس بیشتر بشه یا تعداد کسایی که افراد مثبت هستن اگر بیشتر بشه، ما تمام تمرکز خود روی هرات برای جلوگیری از شیوع این بیماری روی دست میگیریم. بله آقای احمدی، قسمی که وزارت صحت عامه کابل با ویژه ولایت هرات اینا از بعض آمادگی ها حرف میزنن، در پهلوی موضوع مجلس نمایندگان گفته قسمی که آمار که ارائه میشه از طرف وزارت صحت عامه هرات کابل، این آمارها بالکل اشتباه است و گفته که آمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان بیشتر است. از دید شما، قسمی که شما در ولایت هرات حضور دارین، وضعیت مریضا و ای که مرز اسلام قلعه باز از بیشتر از افراد برمیگردن به ولایت ها و سایر ولایت ها به ویژه ولایت هرات، از دید شما آیا واقعا شیوع ویروس کرونا در افغانستان بیشتر است و مریضای بیشتر در افغانستان وجود داره که شناسایی نشدن؟ ببینید، در قسمتی که افراد هستن که تا حال شناسایی نشدن، در قسمت من موافقم، بله احتمال بسیار زیاد میره. ببینیم، چون وقتی که از ایران افراد مثلا به یک کشور دیگه میرن، از 100 نفر 70 نفر مبتلا به ویروس کرونا هستن. مگر ممکن است که وارد هرات 16000 نفر بشن، یک نفر مشکوک از میان از اونا شناسایی بشه؟ بله آقای احمدی، بفرمایید. اما در قسمت از این که اگر بخوایم بگیم که وزارت صحت عامه داره موضوع پنهان میکنه، خب وزارت صحت عامه دولت افغانستان بعد در درسی از ایران بگیره که ایران پنهان کرد گویا و سرنوشت ایران رو میبینیم. ما به هر روز حدود 100 تا 125 نفر در ایران جان خود از دست میدن. همین دیروز در ایتالیا 435 نفر جان خود از دست دادن. خیلی از کشورها که آمدن این پنهان کردن تا بحران به گفته خودشان ایجاد نشه، اما برعکس جواب داده و میبینیم در ایران حدود، اگر اشتباه نکنم، حدود 17000 نفر تا حال مبتلا به ویروس کرونا مثبت اعلام شده. حدود 1100 چند نفرم تا حال جان خود از دست دادن. این کشورهای بیرونی متهم میکنن که ایرانی موضوع پنهان کرده بود. حالا وزارت صحت عامه اگر پنهان بکنه، خب داره با جان مردم خود بازی میکنه. اما از جهت دیگه باورم ایست که وزارت صحت عامه این موضوع پنهان نمیکنه. چرا؟ اگر پنهان بشه، تمرکز سازمانهای صحی جهانی بر افغانستان در قسمت این که بیام امکانات به افغانستان بدم، پول بدم به افغانستان و امکانات بهداشتی به افغانستان کمک بکنن، این که برای بیماری کرونایی رسیدگی بشه، زمانی که اگه پنهان بشه، خب کشور سازمان های سی جان میبینن که به افغانستان بیمار کرونا وجود نداره، افراد مبتلا نشدن، فلازم کمک نمیشه. این بیتین فرصتیه که واقعیت اعلان کنه به تعدادی که در افغانستان مبتلا به ویروس کرونا هستن امکانات ندارن، بعد اینا رو وزارت صحت عامه اعلان کنه تا دید جامعه جهانی بخش سیر به افغانستان متمرکز کنه، تا فردا دیر نشه، فردا زمانی که یک بارگی اعلان کنه مثل یک بمب در افغانستان انفجار کنه که ما به یک بارگی تعداد تلفات داریم، او وقت مطمئن باشه سازمان های صحی در جهانی مسئله رو قبول نمیکنه. باورم ایست که اگر موضوعی هم پنهان میمون، اصفات اجتماعی به هیچ عنوان نمیتونست پنهان بمانه که بگیم وجود نداره. خب آقای احمدی، قسمی که شما گفتین کار بالای ابزار گرماسنج این موضوع جریان داره و گفته شده که این ابزار میتونه که 15000 مریض شناسایی بکنه که آیا واقعا این افراد مشکوک به ویروس کرونا است یا خیر. از این شما، آیا این دستگاه میتونه که واقعا در طول روز 15000 شخص شناسایی بکنه که آیا واقعا اینا دچار به ویروس کرونا است یا خیر؟ ببینیم، در مورد دستگاه من اصلا معلومات خاص ندارم، چون نازی کار و در این مورد نبوده، یعنی نرسم تحقیق نکردم در مورد از این. اما چیزی که مسئولان صحی در هرات میگن، این دستگاه در یک منطقه ای که مهاجرین در مقابل از اون تردد بکنن نصب شده و فقط کسایی که به اصطلاح دمای بدنشان بالا است اینا میتونه تشخیص بده.
و در اونی که میتونه از میان 15,000 افراد مشکوک رو شناسایی کنه، این احتمالاً یکی از خاصیت های کار از این همی باشه. سپاس آقای فواد احمدی از هرات، تشکر از اینکه در برنامه با ما بودین. با ادامه برنامه آغاز روز خوش آمدین و ای بار ما در رابطه با ویروس کرونا در ولایت بلخ ایکای واقعا این ویروس شیوع داشته یا خیر و همچنان وضعیت امنیتی و مراسم سال نو که فرا میرسه یا در آنجا چیگونه است تشکیل خواهد شد یا خیر؟ آقای بشیر احمد انصاری از ولایت بلخ با ما وصل هستند. آقای انصاری بسیار زود خوش آمدین، میشه که جزئیات بیشتر از شما بشنویم که وضعیت در ولایت بلخ چیگونه است و آیا مردم از شیوع ویروس کرونا در ولایت بلخ تشویش دارن یا خیر؟ سلام و صبحتان بخیر. من امی لحظه که با شما صحبت میکنم در روضه شریف هستم و اینجا قرار بود همساله مراسم نوروز برگزار شود چون بلخ خواستگاه نوروز است، اما متاسفانه به دلیل پیشگیری از شیوع بیماری کرونا امسال نوروز لغو شد و شما هم قسمه که در تصاویر میبینین روضه شریف کلن درهای ورودیش بروی زائرین بسته است و دقیقا اینجا امروز سمپاشی جریان داشت. کتاره ها و چوکی ها و نقاط که احتمال میره ویروس کرونا باشه سمپاشی جریان داره و در داخل شهر هم تمام رستورانت ها، سالن های عروسی، ورزشگاه ها و جاهایی که مردم تجمع میکردن همه از او مسدود شده و به خاطر پیشگیری از بیماری کرونا. هرچند یک مورد مثبت کرونا در بلخ ثبت شده، اما از اینکه اطلاع دهی و آگاهی دهی خیلی ها زیاد شد، مردم بیشتر در خانه هایشان است، خود قرنطینه کردند، الا اینکه یک تعداد ضرورت های بسیار جدی داشته باشند از خانه بیرون میشن. شهری که کلا ازدحام بود، این روزها میبینید که شهر به او مقدار ازدحام نیست و مردم از این بابت هرچند نگران هستند و آمادگی آماتم دارند برای مقابله. بله آقای انصاری، با آن که مرز اسلام قلعه باز است و مهاجرین زیاد در طول روز وارد افغانستان میشه، چگونه است وضعیت در ولایت بلخ؟ آیا واقعا ویروس و کرونا ولایت بلخ را هم تهدید خواهد کرد؟ تهدید بود، اما یک مورد را هم که در مزار شریف ثبت شد، او هم در ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ، او هم کسی بود که تازه از ایران برگشته بود، و سه موردی که در ولایت همسایگی ما در سمنگان ثبت شده بود، او تعداد هم کسایی است که از ایران برگشته. پزشکا میگه هرچند ویروس در گردش نیست در مزار شریف، پروازهای مستقیم هفته دو بار از مشهد و تهران به مزار شریف جریان داشت، اما خوشبختانه بنابر تصامیم و دادخواهی هایی که در فضای مجازی صورت گرفت و همچنان فعالین مدنی و رسانه ها دادخواهی کردند، این پروازها متوقف شد و بلخ هم مرز با ازبکستان است. از طریق گذرگاه مرزی حیرتان شمال افغانستان به کشورهای آسیای میانه وصل میکنه، این مسیر هم بروی رفت و آمد مسدود شده، اما از طریق قطار، خط آهن، کشتی و کامیون های بزرگ مواد خوراکی شبانه روزی داخل قلمرو افغانستان میشه. و چند دو روز پیش ما به گذرگاه مرزی حیرتان رفته بودیم، اونجا هم پزشکا او تعداد مسافرینه که از ازبکستان برمیگردن، هرچند برای ورود به ازبکستان بسته است، اما کسایی که افغان‌هایی که می‌خواهند به کشورشان برگردند، او را منگشت شمار است. تیم از پزشکا اونجا موجود است با دستگاه‌های تبسنج و اونها را معاینه کرده به داخل افغانستان. بله آقای انصاری، با توجه به گفته‌های شما، بر علاوه که یک مورد مثبت در ولایت بلخ ثبت شده، اما از دید شما وزارت صحت عامه بلخ آیا آمادگی‌های بیشتر را به خاطر اینکه ویروس کرونا در ولایت بلخ شیوع پیدا نکنه، آمادگی‌هایی را روی دست داره به خاطر آینده؟ دوستای روز است که معین وزارت صحت فدامآمد پیکان به شمال سفر کرده و در بلخ هم صحبت هایی داشت با مقامات محلی بلخ و از اختصاص
یک مقدار پول برای مقابله با این ویروس خبر داد و در مزار شریف در شفاخانه ابوعلی سینای بلخی یک بخش بزرگش اختصاص دادن برای بیماران احتمالی کرونا. در سطح شهر ما می‌بینیم که بلبوردهای کلان برای اطلاع دهی آگاهی دهی مردم نصب شده از طرف صحت عامه، همچنان موترها مجهز با بلندگوها مردم تشویق می‌کنند که جدی بگیرند ویروس کرونا را و در صورتی که نیاز ندارند از خانه های خود بیرون نشند. و خبر خوش دیگه ای است که وزارت صحت در تبانی با سازمان صحی جهان قرار است که یک لابراتوار تست کرونا را در مزار شریف هم سازماندهی کنند و اینجا ایجاد بکنند و یک لابراتوار دیگر هم در غرب افغانستان در شهر هرات. آمادگی ها گرفته شده، اطلاع رسانی مدوم صورت میگیره و از اینکه فرهنگ مردم بالاست بسیاری ها از خانه های خود بیرون نمیشن. این شب و روز مزار شریف در آستانه نوروز، فقط فردا اینجا سال نو است و نوروز قرار بود برگزار شود، از زائرین خواستند که تشریف نیارند در مزار شریف. دشت و دمن مزار شریف ثبت شده و ما دیروز گشت زدیم به اونجا که مردم این اطلاعیه ها را دست کم میگیرند، آیا به مناطق سبز هم میرند. دیدیم که واقعا اونجا خالی از سکنه و مردم بود و همه مردم. بله آقای انصاری، بعدا بالای موضوعات میایم و قسمی که شما در قسمت آگاهی عامه بعض از موارد را گفتین و وزارت صحت عامه هم تشویشش از اینجا است که مردم ویروس کرونا را جدی نمیگیره، در قسمت آگاهی عامه چقدر این موضوع باعث شده که مردم ولایت بلخ ویروس کرونا را جدی بگیره و آیا جدی هم میگیرن یا خیر؟ هرچند در داخل شهر می‌بینیم که یک تعداد مردم هنوز هم بدون ماسک گشت و گذار می‌کنند، اما در مارکت‌های بزرگ از جمله مارکت صرافی، تبادله اسعار، بانک‌ها و این جاها بدون دستکش، بدون ماسک نمی‌توانید داخل شوید و باید مجهز باشه هر شهروندی که اونجا نیاز دارند. این همه دلایل عزیز که جدی می‌گیرند در مزار شریف و امو بود که و جز از یک واقعه مثبت که او هم از ایران برگشته بود دیگه واقعی اینجا ثبت نشده و این روزها حتی موارد مشکوک هم در صحت عامه بلخ ثبت نشده. بله آقای انصاری، قسمی که مردم تشویش دارن از بهای خاربار در افغانستانی که افزایش مواد قیمت اولیه در بازارها خیلی ها افزایش پیدا کرده، در ولایت بلخ بازار چیگونه است؟ آیا قیمت مواد اولیه افزایش پیدا کرده؟ اگر کرده، اقدامات هم روی دست گرفته شده که قیمت بیای کاهش بکنه و مردم تشویش نکنن؟ همون روزی که در کابل هم قیمت ها بلند رفت، در مارکت های مزار هم تا حد بلند رفت. مثلا در هر بوری آرد حدود 100 یا 200 افغانی و همچنان در روغن که ای از مواد اولیه خوراکی است. اما شایع شده بود که مرز بسته شده، مرز ازبکستان با افغانستان، از این بابت مواد خوراکی بالا شده بود و صحبت هایی که ما با شهروندان و دکانداران داشتیم از قحطی هراس داشتنی که مواد غذایی پیدا نشه، از او خاطر هر کسی که یک بوری 50 کیلوی آرد نیاز داشت 5 بوری می‌خرید. بله آقای انصاری، اتاق تجارت این موضوع را به مردم اطمینان داده که در روزهای آینده به کمبود مواد اولیه مواجه نخواهد شد. آیا اطمینان به ولایت بلخ به مردمش هم رسیده؟ از همین بابت من می‌خوام اشاره بکنم که والی بلخ خود در نشست با بازرگانا روی این مسئله تاکید کرد که کسی اجازه نداره احتکار بکنه. کمیسیون در این رابطه هم تشکیل شد تا از انبارها باید دیدن بکنند و مهمتر از همه مرز ازبکستان در هر 24 ساعت بیشتر از 10,000 تن مواد خوراکی شامل گندم، روغن و آرد و همچنان مواد سوختی وارد افغانستان میشه. از این بابت هیچ نگرانی نیست و انبارها مملو از مواد خوراکی است و همچنان انتقالات به سوی کابل و سایر ولایاتی که نگرانی از افزایش بهای مواد خوراکی میره، اونجا هم کامیون های بلند توناژ اونجا انتقال میده مواد خوراکی ده و بعضی از بازرگان ها در مزار شریف در همون روزی که مواد خوراکی بلند رفته بود در 4 نقطه شهر آرد هر بوریش 1480 افغانی و هر 5 لیتر روغن 395 افغانی به فروش رساندن تا مردم نگرانی هایشان رفع شده. بله نگرانی هایشان رفع شده
و اتاق تجارت در بلخ هم تدابیر خود را دارد. بله آقای انصاری، خوب است که در این قسمت هم نظر شما را داشته باشیم. قسمی که وزارت امور داخله گفته که ما تصمیم گرفتیم تا اینکه هتل ها و همچنان حوض های آب بازی و برخی سالن های ورزشی باید بسته باشند و هیچ کسی در اینجاها اشتراک نکنند. آیا اقدام وزارت داخله تانسته که تانوز عملی شود یا که هم نخیر تانوز به گونه یک دستور باقی مانده؟ فقط چند سالن عروسی را که ما دیدیم کورم تاریخش بوک شده بود، تا یکی دو روز پیش این مراسم برگزار می شد، اما تمام آموزشگاه ها، دانشگاه ها، ورزشگاه ها و حتی رستوران های خرد و کوچکی که اینجا بود بسته شده و غذا را به طور صحی تنها سرویس می کنند به مردم که با خود ببرند و استفاده بکنند. در کل این تدابیر گرفته شده و تدابیر کلان از اینکه همه ساله ده ها هزار زائر از سراسر افغانستان به خاطر مراسم نوروز به مزار شریف می آمدند، این هم لغو شد. بله آقای انصاری، در آینده آیا تشویش وجود دارد از شیوع ویروس کرونا در ولایت بلخ؟ تشویش در کل افغانستان و او کشورهایی که ویروس دامنگیر شده دقیقا وجود داره که باید جدی گرفته شود، اما تا جایی که می بینیم مردم به اطلاعیه ها گوش فرا می دهند و این مسئله جدی گرفته شده و همچنان پروازهایی که از ایران به مزار شریف هفته دو پرواز بود و هم متوقف شده، دقیقا نگرانی ها وجود داره، اما دولت افغانستان و وزارت صحت عامه ای که گفته یک لابراتوار اینجا ایجاد میکنه و به قدر کافی میتونند که آمادگی داشته باشند تا حد میتونه این مسئله را نگرانی ها را کم بکنه. و ای که در مزار شریف همین لحظه که من با شما صحبت میکنم از مثبت 20 درجه هوا گرمتر است و در نیمه های روز به 26 یا 27 درجه میرسه. خوشبختی دیگه ای است که ویروس کرونا در گرما نمیتونه زیاد زنده بمانه و از بین بره. از اون بابت مزار شریف از جمله ولایات گرمسیر است و گرمای مزار شریف هم یک خوشبینی برای مردم است که این ویروس زیاد دوام نیاورد. بله آقای انصاری، قسمی که شما در آغاز اشارات هم داشتین، سال نو نزدیک است و جشن نوروز فرا میرسه. آیا مردم تصمیم دارن که این بار در ولایت مزار شریف جشن نوروز را تجلیل بکنن؟ کمیسیون برگزاری نوروز در مزار شریف و تمام کمربندهای ورودی مزار شریف هم اطلاع داد و از طریق رسانه ها هم ما اطلاع رسانی کردیم که مردم بابت اشتراک به نوروز نیایند و نوروز را امسال در خانه هایشان تجلیل بکنند. از او بابت مردم کمتر دیده میشه و دروازه های ورودی روضه مبارک محل برگزاری نوروز هم بسته است و از مردم در کمربندها هم خواسته میشه در دروازه های ورودی شهر که جهت اشتراک در نوروز نبیند. و او تعداد کسایی که پیش از لغو نوروز به مزار شریف از ولایات جنوبی آمده بودند و در چند مکتب جاگزین شده بودند، اونها هم دوباره به مکان هایشان رفتند و امسال قرار است نوروز تنها در خانه ها برگزار شود. اما روی هم رفته تدابیر امنیتی هم گرفته شده به خاطر پیشگیری از مسائل امنیتی. بله آقای انصاری، چی فکر میکنین که آیا این بار در جشن نوروز از سایر ولایت ها کسان هم خواهد بود که بیاین از مزار دیدار بکنن و در جشن نوروز بخواین در مزار تجلیل بکنن و در مزار باشن؟ همه ساله در سطح افغانستان با شکوه ترین مراسم نوروز و سال نو در مزار شریف برگزار میشد، اما امسال اما قسمی که صحبت هایی داشتم با تعداد از شهروندای مزار شریف، حتی اونها از خویشاوندای خود خواستن که از دیگر ولایت به مزار شریف نیایند. ممکن عامل انتقال ویروس کرونا باشند، ممکن در خانواده ها یک تعداد جمع شوند که هم میتونه یک اجتماع باشه. بنابراین از همه خواسته شده که نوروز امسال در مزار شریف تجلیل نکنند بلکه در خانه های خود بمانند. بله آقای انصاری، به عنوان سال آخر مراسم جنده بالا هم بعد یعنی تعطیل شده دیگه، مراسمش برگزار نمیشه در مزار. فردا قرار است بعد از نماز صبح تنها چند نفر محدود که مساله جهنده را بالا میکنند این مراسم صورت میگیره. اما قسمی که مسئولیت های با مقامات محلی داشتم، اما بدون حضور مردم و رسانه ها این کار انجام میشه و به خاطر دیدن از او هم دروازه ها بر روی
زائرین و کسایی که به خاطر جنده بالا میان باز نمیشه و نمیتونن که از جنده بالا دیدن بکنن. سپاس آقای بشیر احمد انصاری از ولایت بلخ، ممنون از اینکه در برنامه با ما بودین. سپاس. و ادامه تا برنامه بعد شما را به خداوند پاک میسپاریم. خداوند نگهدارتان.